اولین واکنش جنجالی گوگوش به خبر ازدواجش با رها اعتمادی. خبر رابطه عاشقانه و ازدواج گوگوش با رها اعتمادی چندین ساله که در فضای مجازی بین طرفداران این خواننده خوب و پیشکسوت و اون شاعر و ترانه‌سرای کاریزماتیک در جریان بوده. از زمان پخش آکادمی گوگوش در شبکه ماهواره‌ای من و تو تا الان چندین و چند بار شایعه ازدواج گوگوش با رها اعتمادی منتشر شده. خیلی از سایت ها و خبرگزاری ها هم با انتشار عکس ها و ویدیوهایی از در آغوش کشیدن این دو هنرمند خبر از رابطه عاشقانه شون دادن. از حضور پررنگ رها اعتمادی در هر جایی که خانم گوگوش باشه، از مراسم رونمایی اتروت کلونش تا مهمونی های شخصی و جشن تولد و هر مراسمی که خانم گوگوش حضور داشته باشه، رها اعتمادی هم در کنار اون هست. این وسط هم خیلی ها درباره این مسئله اظهار نظر کردن، علاوه بر کاربران فضای مجازی که گوگوش رو یه شوگر مامی دونستن و خیلی ها گفتن که باید از سنش خجالت بکشه و دیگه این کارها براش خیلی دیر شده. اون مریضه و فقط چند سال دیگه زنده میمونه و در مقابلشون هم گروهی هستن که میگن چطور مردها میتونن تا 100 سالگی هم ازدواج کنن و دوست دختر داشته باشن، اما تا به یک زن میرسه مسئله زشت و قبیح میشه. از طرف دیگه هم که محمود قربانی در مصاحبه مدعی شده بود که گوگوش واقعا شوگر مامی رها اعتمادیه و فقط داره اون رو از نظر مالی تأمین میکنه. اون همچنین در ادامه صحبتهاش که دلیل ازدواج گوگوش با مسعود کیمیایی و همچنین بهروز وثوق و به هم زدن رابطه اونها با همسر و نامزدشون یعنی گیتی پاشایی و پوری بنایی، گوگوش رو یک شوهر دوست خطاب کرده. دوستان خوبم، ممنون میشم اگر هنوز عضو کانال ما نشدید دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش رو فعال بکنید تا زودتر از بقیه از ویدیوهای ما با خبر بشید. گوگوش 73 ساله و رها اعتمادی 40 ساله که از طریق برنامه آکادمی گوگوش در شبکه من و تو با هم آشنا شدن و رها بعد از اون برنامه ها از اون شبکه استعفا داد و با خانم گوگوش به آمریکا مهاجرت کرد و به عنوان ترانه‌سرا و مدیر برنامه‌ها با این خواننده پرطرفدار مشغول به همکاری شد که بعد از اون عکس‌ها و ویدیوهای مشترک زیادی از اونها منتشر شد و هر از گاهی خبر ازدواج رسمیشون هم به گوش می‌رسید. اما خود خانم گوگوش در مصاحبه‌ای گفت اصلاً چنین دروغی را نشنیده. اون در ادامه با خنده گفت این بیشتر شبیه یک جوکه. این در حالیه که علاوه بر چند عکس صمیمی و ویدیوهای زیادی هم از در آغوش کشیدن و روبوسی اونها در فضای مجازی منتشر شد، خانم گوگوش مدتی پیش هم با هما سرشار مصاحبه جنجالی داشت که در مورد ازدواجش با محمود قربانی حرفهای تندی زده بود. اون گفته بود ازدواجش با محمود قربانی بزرگترین اشتباهش بوده. گوگوش در ادامه هم گفته بود کامبی تنها فرزندش ارتباط خوبی با اون نداره و برای همسرش و همچنین دختر و پسرش اصلاً شوهر و پدر خوبی نیست. که محمود قربانی در واکنش به این اظهارات گوگوش در روز جهانی مادر گفت من این روز رو به تمام مادران با احساس و با محبت که عاشق فرزندانشون هستن تبریک میگم، ولی متاسفم که فرزند من مادری داره که عاطفه و احساس و شخصیت نداره. این مدت سعی کردیم احترام مادر بودنش رو نگه داریم و هیچ وقت پشت سرش حرف نزنیم، اما میبینیم همون حالت جوونیش و زمانی که میخواسته از من جدا بشه رو داره. انگار هیچ وقت سر عقل نمیاد. گوگوش زمانی که میخواسته از من طلاق بگیره رفته گفته که من کتکش میزنم، اما من به جون تنها پسرم و به شرف خاک مادرم قسم میخورم که هیچ وقت دست روی اون بلند نکردم.
اون همیشه با این شگرد مظلوم نمایی خودش همه جا خودشو خوب نشون میده و بقیه رو خراب میکنه. محمود قربانی در ادامه هم گفت: خانم گوگوش، شما دروغ گفتید و شخصیت خودتون رو زیر سوال بردید برای اینکه بتونید کارهای شیک و پولساز انجام بدید. حتی برای این کار از کامبیز هم مایه گذاشتی، کسی که اتفاقا پدر خوبی برای بچه هاشه و هر وقت که اسم شما میاد اشک توی چشماش جمع میشه، ولی شما هیچ وقت مادری کردن در حق اون رو بلد نبودی. کامبیز پسر خوبیه، شمایی که مادر خوبی نیستی. محمود قربانی در پایان هم گفت: کامبیز به من میگه پدر، جواب این همه بیمهری رو چجوری بدم؟ در پاسخ همیشه بهش میگم هیچ کاری نکن، چون مادرته و احترامش واجبه. توی همین چند وقت اخیر هم شایعاتی در مورد ازدواج رسمی گوگوش و رها اعتمادی در آخرین کنسرت های تور خداحافظی خانم گوگوش به گوش میرسید، اون هم از طرف پدر رها اعتمادی. راستی تا یادم نرفته بگم، اگر هنوز عضو کانال ما نشدی حتما دکمه سابسکرایب رو بزنی و زنگوله رو فعال بکنی. اگر تا اینجا از ویدیو خوشت اومده ممنون میشم که اون رو لایک بکنی. آقای حسن اعتمادی که به عنوان یکی از همکاران کیوان عباسی در شبکه من و تو فعالیت میکرد، اما بعداً به دلایل نامعلومی از این شبکه جدا شد، ولی هنوز با شبکه‌هایی مثل بی بی سی فارسی به عنوان کارشناس سیاسی فعالیت و همکاری داره. در صحبت‌هایی مدعی شده بود که رها اعتمادی قراره که از خانم گوگوش در آخرین کنسرت‌های تور خداحافظیش رسماً خواستگاری کنه. قرار رها روی استیج زانو بزنه و از خانم گوگوش خواستگاری کنه، هرچند که اونها مدت زیادیه که در کنار هم خیلی هم عاشقانه مشغول زندگی هستن. بعضی از منابع نزدیک به این زوج هم مثل آقای شهرام شپره اعلام کرده که خانم گوگوش و رها اعتمادی مدت زیادیه که ازدواج کردن و احتمالاً اگر ادعای پدر رها درست باشه کارشون بیشتر جنبه نمادین و اعلام رسمی ازدواجشونه و بعد از اون هم در فضای مجازی بلوایی به راه افتاد که خانم گوگوش نباید اینطوری خودشو خراب کنه. خیلی از طرفداران ایشون هم گفتن ایشون هنوز زنده است و حق زندگی و انتخاب داره. مثلا پرستو صالحی، بازیگر سابق ایرانی، در اینستاگرام خودش استوری منتشر کرد با این عکس ها از آلپاچینو، رابرت دنیرو و خانم گوگوش و نوشت: حداقل به شعاری که ساختین پایبند باشید. زن، زندگی، آزادی یک مفهومه، باید اول درکش کنیم بعد اون رو سر بدیم. درست و غلطی که آدم ها در هر سنی چه تصمیمی میگیرن فقط به خودشون مربوطه. مخصوصا با بانوان عزیزی هستم که بیشتر از آقایون دارید کامنت منفی میذارید. اینکه آلپاچینو در 83 سالگی از دوست دختر 29 سالش صاحب فرزند شده و اینکه رابرت دنیرو هم در 79 سالگی صاحب فرزند شده و اینکه خانم گوگوش به قول خودشون طبق این شایعات یا به قول پدر رها اعتمادی خبر موثوقه که با رها اعتمادی ازدواج کردن و دارن با هم زندگی میکنن. اما حالا خانم گوگوش برای پایان دادن به این شایعات ویدیویی رو منتشر کردن از قسمتی از مصاحبهشون با هما سرشار. با این پست خانم گوگوش قصد داشته که به همه این شایعات پایان بده. مرسی که تا این لحظه همراه ما بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدی از پایین همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله در کنار ما باشید.